یک فکر و یک نظر. از این فرصت استفاده می کنم دوستان گرامی تا آخرین کتابی رو که منتشر کردم تحت عنوان نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی رو در یک کلام خدمتتون معرفی بکنم. این کتاب محصول مجموعه تحقیقات و فکر انتقادی من نسبت به کی؟ نسبت به اندیش، من به اصطلاح نواندیشان دینی در ایران هست. منظور کیست؟ منظور شریعتی ها، منظور سروش ها، منظور تمام کسانی که باز میخواهند به ما اسلام رو بفروشند و حقنه بکنند. تمام کسانی که میگویند ما از حوزه ها مجزا و متمایز هستیم، ولی باز و باز و باز علارغم داشتن برخی اختلاف های در نظر، باز میخواهند به ما پیشنهاد بکنند که در چارچوب دین اسلام نفس بکشیم و به این خاطر صحبت از دموکراسی دینی میکنند و به این خاطر صحبت از این میکنند که بله مسئله سکولاریز به هر حال جامعه دینی است و اکثریت مردم ایران دینی هستن، پس بنابراین باید به نحوی نگاهی نیز به احکام دینی داشت. اینها خواهان دموکراسی و سکولاریزم نیستند و تمام تلاش من نشون دادن این مطلب هست که نواندیشان از نظر فکری اینها در واقع عقب مونده هستند، روشنگر نیستند، نواندیش نیست. نواندیش به معنای در واقع فلسفی که اندیشه بکنه. اینها در چارچوب همون دین هستند. حال آنکه پارادایم ها یا مسائل مرکزی ما باید خارج از این برود، باید خارج بشود. جهانی که درش هستیم، تکنولوژی جدید، جهانی که درش هستیم، صلح، جهانی که درش هستیم، اکولوژی، جهانی که درش هستیم، اقتصاد، اینها ربطی به اسلام نداره و اینها همش و همش در جستجو این هستن که ما را در درون این مدار دینی نگه دارند. بنابراین نواندیشان نواندیش نیستند. نواندیشان همان کهنه فکران هستند، یعنی کسانی که در واقع ما را میخواهند مجددن و باز و باز و باز در تاریک اندیشی حبس بکنند. پس بنابراین پیشنهاد میکنم این کتاب را بخوانید. این کتاب در ضمن در ایران نیز قابل دسترس است، منتها از طریق ناشر و در یک شرایط خاصی، و آدرس ناشر در واقع ناشر است که در انگلستان هست به نام نشر مهری که در انگلستان هست. بزنید نشر مهری، بلافاصله این میاد و به آدرس اونها نامه بدهید، یه پیام بدهید و اینها میگویند که چگونه شما میتوانید این کتاب رو در اونجا در ایران و یا در خارج کشور از طریق آمازون انگلیس یا برخی کتاب فروشی ها تهیه کنید. به هر حال تنها چیزی که انگیزه اصلی من در اینجا هستش فقط و فقط دامن زدن به بحث و فکر انتقادی در جامعه ایران هست. همینو بس. متشکرم.